درود دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. قرار شد که توی این جلسه تمام مطالبی که تا الان گفتیم رو با هم ترکیب بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم از دانسته هایی که تا اینجا فرا گرفتیم استفاده کنیم. خب برای این منظور من اومدم روی متا تریدر و گفتم که روی متا تریدر تمام کارهایی که قراره انجام بدیم رو اعمال بکنیم که پیدا کردن ابزارها و جای هر کدومشون رو هم اینجا یاد بگیریم برای کسایی که میخوان توی خود متا تریدر تحلیل کنن. خب الان نمودار یورو انزدی هست. برای کسایی که حالا متا تریدر رو دارن و همه نمادها رو ندارن، میتونن روی قسمت مارکت واچ راست کلیک بکنن و از این قسمت گزینه شو آل رو کلیک بکنن. اگر که تعداد نمادهایی که میبینن محدود هست، میتونن چنین کاری رو انجام بدن که تمام نمادها اینجا براشون مشخص بشه و به این ترتیب نمادها اینجا هستن. هر نمادی رو که میخواین باز کنین، کافیه که حالا یا بکشینش بیاد روی صفحه، یا اینکه مثلا راست کلیک کنید و چارت ویندو رو بزنید که یک صفحه جدید برای شما باز بشه، و اگرم که بخواید اوردر بذارید که روی گزینه نیو اوردر کلیک میکنید. الان نمودار یورو انزدی هست. تایم فریم ها این قسمت بالا به همون نشون داده شدن، از M1 که تایم فریم 1 دقیقه است، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، H1 1 ساعته، 4 ساعته، D1 دیلی روزانه، هفتگی و ماهیانه. خب بستگی به حالا تایم فریمی که میخواییم باهاش کار کنید، میتونید تایم فریمتون رو انتخاب بکنید. نمودارمون هم که نمودار یورو انزدی هست، فعلا تایم فریمی که کار میکنیم تایم فریم 1 ساعت هست، یورو هست در برابر دلار نیوزلند. خب الان ما یک موج سعودی داریم توی این قسمت، همونطور که میبینید بر اساس تعریفی که ارائه دادیم از یک روند سعودی، سقف‌هایی که بالاتر از سقف‌های قبلی هستن و کف‌هایی که بالاتر از کف‌های قبلی هستن. خب و بعد از اون ما یک اصلاحی رو توی این قسمت اینجا میبینیم، یک قسمت اصلاح به صورت اصلاح ABC هم هست. الان اگر من بخوام نمایشش بدم، این موج A ما هست، از این قسمت تا این قسمت میشه موج B و این هم میشه موج C ما. پس من یک اصلاح ABC دارم، قبلش هم یک موج کامل، در واقع یک سیکل کامل الیوت هست، 1 2 3 4 5 و ABC که اصلاحی هست و بعدش دوباره بالا رفته. من میخوام فرض میکنم که من اینجاهای نمودار هستم و میخوام بر اساس چیزی که اینجا میبینم آینده این نمودار رو تحلیلش بکنم. خب قرار شد بیام از ابزارهایی که تا الان یاد گرفتیم استفاده کنیم. اگر که این بالا رو، یک نوار ابزار بالا رو یه نگاهی بندازید، این گزینه فیبوناچی ریتریسمنت هست. این گزینه رو میتونیم انتخاب بکنیم. گفتم طریقه رسم فیبوناچی اینه که ما به یک کف و سقف نیاز داریم برای اینکه بخوایم میزان اصلاح رو به دست بیاریم، و کاری که میکردیم این بود که یا میومدیم از روی شادوها، یعنی بالاترین و پایینترین قیمتها رو در نظر میگرفتیم، یا اینکه میومدیم از روی کلوز، قیمت پایانی کندلها در نظر میگرفتیم، و گفتیم که در هر دو حالت این کار درستی هست. توی مثال هایی که توی ویدیوهای قبل زدم از روی شادوها گرفتیم، حالا توی این ویدیو میخوام از روی کلوز کندل ها، این نمودار ها در واقع فیبوناچی رو رسم کنم. فرض میکنیم اینجا ابتدای حرکت من هست، من شادو رو در نظر نمیگیرم، کلیک اول رو گذاشتم، میبینید که با امتداد موس من این فیبوناچی هم امتداد پیدا میکنه و میارمش میذارمش در انتهای این موجی که اینجا میبینم. خب اگر که همین فیبوناچی که با هم کلیک کردیم رو باز بکنید، تنظیماتش رو میتونید اعدادش رو، رنگش رو، همه چیز اضافه کنید، کم کنید، تغییرش بدید. حالا من رنگش رو مثلا به یک رنگ دیگه اینجا، مثلا به رنگ سبز در میارم. درصدها و لول ها رو هم اینجا میتونید ببینید، 0 23.6، 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8 و به ترتیب. حالا
اگر که قصد دارید لولی رو اضافه بکنید یا کم بکنید. برای اضافه کردن روی گزینه اد کلیک میکنید. مثلا ما اینجا الان گزینه 7286 رو نداریم و برای اینکه بخوایم 7286 رو اضافه بکنیم کافیه که اینجا بنویسیم این قسمتی که اضافه کردیم وارد کنیم 0.786. توی قسمت دیسکریپشن یا توصیف همون چیزی هست که اینجا بهتون نشون میده. خب حالا چون لول ما 7286 هست همین جوری تایپش میکنیم. بازم اگه خواستین لولی اضافه بکنید روی اد کلیک میکنید. دوباره بر فرض مثال 8826 رو میخوام، یعنی همون لول 8286 رو میخوام اضافه کنم و از اون طرف درصدهای بالای 100، مثلا اگر ببینیم یه نگاه بندازیم ببینیم که درصدهایی نیست، 100 هست، 161 مثلا، اینجا ما میخواییم عدد 127 1.27 که اینجا میشه 127. درصد فیبوناچی رو اینجا اضافه میکنیم، 161 رو هم که داریم و مثلا عدد 2 که بشه 200 رو هم اینجا، درصد 200 رو هم اضافه میکنیم. من اوکی میکنم. خب الان رنگ فیبوناچی من تغییر کرد و درصد هایم که میخواستم اضافه شدم. من فکر میکنم این رنگ خیلی اذیت میکنه. باز دوباره میرم توی قسمت پراپرتیز، رنگش فکر میکنم آبی باشه بهتره. الان بهتر شد فکر میکنم، نمیدونم. حالا خب درصد هایی که برای من اینجا، اینو من امتداد میدم که حالا من با خطوطی که اینجا ها هستن کار دارم. یه درصدی رو یادمون رفت اینجا اضافه کنیم، درصد 70.7. دوباره یه گزینه اد 707 رو داریم، 0.707 که میشه 70.7. اوکی میکنیم و این هم اضافه میشه. خب درصدهای از فیبوناچی که برای ما اینجا مهم هستن. خب توی این پایین اومدنه گام اول تقریبا بین 61.8 و یه بار که به 61.8 اینجا واکنش نشون داده توی این شدویی که اینجا میبینیم، بعد به سمت بالا رفته، مجدداً اومده توی فضای بین 61.8 و 70.7، دوباره یه بالای دیگه زده و توی پایین اومدن بعدی عدد 70.7، لول 70.7 در واقع حمایت خوبی براش بوده. پس اینجا من لول 70.7 رو اینجا دارم. من یه خط میکشم که نخوام نگهش دارم. این در واقع این 70.7، حالا من میارمش پایین تر، این 70.7 و فیبوناچیم رو پاک میکنم. حالا این خط قرمزی که من رسم کردم همون سطح 70.7 فیبوناچی بود که من نمیخواستم خیلی خط خطی باشه. قرار شد که بیایم یه کار دیگه هم انجام بدیم و اون هم این بود که بیایم ببینیم در واقع حمایت ها و مقاومت هایی که از قبل وجود داشتن چیا هستن. یکی همینجایی که الان داره نوسان میکنه، یه مقدار بالاترش اینجا من حمایتم رو، خط حمایت مقاومتم رو مجدداً میرم روی تنظیماتش، رنگش رو به رنگ سبز در میارم. خب پس اون خط قرمز رنگ میشه سطح فیبوناچی من، این سبز رنگ میشه حالا اون حمایتی که من داشتم رسم کردم اینجا. خب توی محدوده دوباره اگر پایین تر حمایتی داشته باشیم میتونیم این رو هم در نظر بگیریم، اینجاها و اینجا و این شادو و آخرین حمایتش هم که میشه همین محدوده ای که اینجا هست. این در واقع سطوحی هستن که سر راه قیمت هستن و برای ما مهمه و یک سطح 70.7 هم اینجا داشتم. خب الان ما حمایت مقاومت ها رو رسم کردیم، به اضافه این که در واقع یه فیبوناچی اصلاحی هم رسم کردیم. ضمن اینکه ما گفتیم که این خود این حرکت ABC که اینجا داریم میبینیم هم میتونیم بیاریم روی این فیبوناچی رسم بکنیم دیگه.
یه فیبای اصلاحی از این بالا از کلوز کندل تا این پایین که کلوز اینجا هست رسم میکنم، امتداد میدم، تقریبا نزدیک هست به سطح 50% فیبوناچی. من این سطح 50% رو روش یه خط میکشم. پس من سطح 50% فیبوناچی رو دارم و از اون طرف قرار شد که این موج در واقع این A من هست، این B میزان اصلاح. الان میخوام تکلیف C رو معلوم کنم. این رو من باید دیسلکت کنم. خب الان این فیبوناچی رو پاک میکنیم. یکم کار با متاتریدر ممکنه سخت باشه. خب قرار شد که بیایم این گام برعکس، یعنی بالای صفر، فیبایی که در واقع اکستنشن هست، بالای صد رو باهاش کار داشته باشیم، اینجا رسمش بکنیم. خب به ترتیب سطوحی که اینجا ممکنه به کار من بیاد، این سطح 127% از من، اینجا هم یه خط میکشم روی سطح لول 127%. خب این هم از این. یه دونه در واقع فیبوناچی کلی رسم کردم که شد این خط قرمز رنگ. یه فیبا روی موج اصلاحی اینجا رسم کردم که دوباره شد این خط سبز رنگی که این پایین هست. و یه کار دیگه هم میتونم بکنم، یه فیبای در واقع اکسپنشن یا سه نقطه‌ای هم میتونم رسم کنم. اگر ابزارش رو اینجا نمیبینید، کافیه که اینجا یه راست کلیک بکنید، روی گزینه کاستومایز کلیک بکنید تا تولبار براتون نمایش داده بشه. بعد از این قسمت هر ابزاری که خواستیم رو میتونید اینسرت کنید، به این قسمت واردش کنید. الان من یه ابزاری که بهش نیاز دارم فیبوناچی اکسپنشن هست، اینسرت رو میزنم. حالا اگر خواستید بیاریدش بالاتر، میاریدش، حالا جایگاهش اینجا اومده کناره. ابزار دیگه هم اگه مثلا خواستید یه مستطیل انتخاب کنید، اینسرت رو میزنید و حالا میتونید حالا جاش رو تغییر بدید، بالا پایینش کنید و بعد این رو کلوزش میکنیم. الان فیبوناچی سه نقطه ای من میبینید اکسپنشن نوشته شده، اینجا نشون داده شد. کلیک اول، کلیک دوم، یه بار دیگه بعد رسمش کنم متاسفانه، کلیک اول، دوم و لول سومش هم این خط اون خب این دوتا کلیک من اینجا روی هم افتاده، من باید اینو جابجا کنم. پس کلیک اول شد کلوز این کندل بالا، کلیک دوم هم که در واقع اینه قراره بیاد این پایین که اینجا هست، کلیک سوم هم میاد روی کلوز این کندل و حالا امتداد میدم. دوباره میتونیم بریم توی قسمت تنظیمات مربوط به این فیبوناچی. من رنگش رو باز تغییر بدم، رنگش حالا این آبی بذارم. درصد هم 61.8 هست، 1 هست 161.8 هست. خب درصد های دیگر رو باید اضافه بکنیم دیگه، مثلا درصد 50 رو بهش نیاز داریم که من دو تا صفر گذاشتم اشتباهی، که من همینجا فقط صرفا 50 می نویسم. 72.86 رو می خوام که میشه 72.86. از اون طرف 100 162.8، لول 200 رو می خوام که اینجا 200 میذارم. حالا اگر خواستم با درصدهای دیگر رو هم اضافه میکنم. خب الان همونطور که میبینید فیبایی که من رسم کردم 50%ش الان دقیقا این خط آبی رنگه که افتاده کنار اون یکی سطح فیبوناچی من. پس دوباره بگم، این خط آخریم که اینجا دارم و من به رنگ آبی در میارم. خب پس خط قرمز رنگ شد فیبوناچی ریتریسی که من روی این موج اصلی انداختم. خط سبز رنگی که اینجا هست سطح 127% فیبوناچی بود که روی این موج اینجا انداختم و این خطی هم که الان دیدیم روی این فیبای سه نقطه‌ایه. خب
همپوشانی همه اینا، خط آبی منم پاک شد. مشکل این اینه که باید همه رو انتخاب کنیم. همپوشانی این سه تا خط کنار هم، یعنی میشه این محدوده‌ای که اینجا هست و حالا میتونیم توی مستطیلمون هم رنگ بکنیم اگر بخوایم. Draw object as a background. نه نشد. این قسمت باید گزینه فیل رو بزنیم. خب این محدوده‌ای که با هم مشخص کردیم میشه اون محدوده‌ای که حالا بهش نیاز داشتیم به عنوان اینکه حالا نقطه ورود ما باشه. و ضمن این که حالا یه واگرای زمانی هم هست که باید بعداً در موردش صحبت بکنیم توی مبحث واگرایی ها. خب ما الان نقطه ورودمون رو توی این محدوده به دست آوردیم و بعدش هم میبینید که یه حرکت شارپ رو به بالا هم داشتیم. و خب حالا اتفاقی که بعد از این افتاده داره میره به سمت بالا. من توی این محدوده ها وارد شدم. بعد از اینکه من اینجا بر فرض مثال وارد شدم، پوزیشن بای رو انتخاب کردم و خرید کردم، کجا باید خارج بشم؟ قرار شد که یکی از کارهایی که انجام میدیم اینه که این موج اصلاحیمون رو در نظر بگیریم، فیبامون رو از اینجا رسم بکنیم تا انتهای این و درصدهایی که برای ما مهم هستند رو انتخاب بکنیم. خب یکی از درصد این چون 70.7 بود اگه یادتون باشه، اگه قرار بود الگوی AB مساوی با CD برقرار باشه میشد 141.4 که الان دقیقا روی 127 درصد واکنش نشون داده. پس فعلا ما این سطح 127 درصد رو به عنوان تیپی اولمون نگه میداریم. من رنگش رو با رنگ فیبایی که رسم کردم یکی میکنم که بدونیم از کدوم فیبا اومده. خب و بعد آن سلکتش کنیم که اگه میخوایم فقط اینو هم باید آن سلکت کنیم. مشکل کار با متا تریدر همینه. خب یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم، حالا ما سطح 127 درصد رو داریم، قرار شد بیم یه فیبای سه نقطه هم روی کلش رسم کنیم، یعنی 1 2 و اینم میشه موج سوممون. من حالا امتدادش میدم میذارمش روی این خط آبی رنگی که اینجا هست. خب یه لول 100 درصد این کنارش اینجا قرار گرفته، پس اینم یه محدوده، اینم محدودهی به عنوان تارگت من قرار شد سطوحی از فیبوناچی که کنار هم قرار میگیرن رو انتخاب کنیم که این دقیقا میشه این تیکه. خب حالا برگردیم بریم گذشته ببینیم که آیا یک مقاومتی چیزی توی این محدوده میتونیم پیدا کنیم یا نه که به عنوان تارگتمون برای خودمون در نظر بگیریم. مقاومت هایی که اینجا داریم، یکی این لول هست که باز من ترجیح میدم رنگش رو قرمز کنم چون که مقاومت حالا این رنگی بذاریم. خب این یکی از مقاومت هایی که داریم. یکی دیگه از مقاومت هامون میشه این محدوده که میبینی چندین و چند ساعت بازار بهش درگیر بوده و بعد بالاترینش هم که میشه این قسمت دیگه. یه دونه این لولی که اینجا هست رو داریم و بالاتر ببینیم چی داریم. اینجا کلن تقریبا مقاومت زیاد داره. میبینید که این محدودهی بوده که مدت ها باهاش درگیر بوده. اینم یه محدوده، دوباره هم اینجا برخورد داشتیم. پس این خطوط قرمزی که من اینجا رسم کردم به عنوان مقاومت هایی هستن که پیش روی این در واقع جفت عرضه. الان نگاه میکنیم بهتره که بیایم سطوح فیبوناچی رو ترکیب بکنیم با حمایت ها و مقاومت هایی که سر راه سهممون هست. الان این در واقع دوتا لول، یک خط پایین ترش که میشه مقاومت قرمزی که رسم کردم و یک خط بالاترش. پس فضای بین اینها که دقیقا میبینید از اینجا یه چرخش داشته، فضای بین اینها میشه در واقع تی پی من یا همون حد سودی که من داشتم. پس من اینجا نقطه ورودم بود، اینجا هم محدوده‌ای بود که حالا چرخش اگه کسی دوست داشت میتونه به عنوان در واقع آخرین سقف اینجا خارج بشه، یعنی سطح 100 درصد خارج بشه چون به عنوان یه مقاومتی که اینجا هست یه دورم برگشت زده و بعد دوباره رفته به سمت بالا.
و میبینید که تارگت های بالاتری هم زده، یعنی حتی تا لول 161.8 هم اومده. و اگه بر فرض مثال من روی این فیبوناچی که اینجا رسم کردم، فیبوی 3 نقطه ای من، لول 127 رو هم فعال بکنم، که فعالش نکردم، یه لول 1.27 اینجا به عنوان 127 اینجا اضافهش بکنم، به عنوان تی پی بعدی میتونیم ترکیب این دوتا رو در نظر بگیریم دیگه، یعنی 161.8 و 127 که دقیقا این محدوده ای بوده که دو بار واکنش داخلش وجود داشته. آیا توی گذشته مقاومتی داشتیم که به دردمون بخوره؟ فکر نمی کنم. اینجاها میتونه مقاومت، اینجا یه مقاومت خیلی خوب داشتیم که نه، یکم بالاتر، یعنی حتی ما اینو میتونستیم یه مقدار ببریمش بالاتر، ولی خب دیگه نرسیده به اون مقاومت حتی. پس من این رو به عنوان تی پی 1، یا حتی اگه کسی بخواد بیشتر نگهش داره که میتونه اینو به عنوان قسمت تی پی 2 در نظر بگیره. خب دوباره یه حرکت رو به پایین داشته و بعد دوباره داره میره به سمت بالا. الان کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که دوباره بیایم این قسمت رو انتخاب بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم دوباره این قسمت رو در نظر بگیریم، کجاش رو باید در نظر بگیریم به عنوان نقطه ورودمون و تیپیمون رو باید کجا بذاریم. خب اینا رو باید پاک کنیم دیگه، اینا رو بهشون نیازی نداریم. خب حالا این حمایت مقاومت ها رو نگه میداریم، بقیه رو فعلاً بهشون نیازی نداریم. دوباره من یه موج دارم از این پایین یه حرکت داشته تا این بالا و بعد یه حرکتی تا این پایین. میخوایم ببینیم بر فرض مثال من اگر اینجا هستم بهتر موقعیت برای خرید کردن کجا میشه. باز هم کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ما بیایم فیبو رو از کلوز این کندل بکشیم تا کلوز این کندل این بالا که دقیقا روی سطح 50% فیبوناچی قرار گرفته. پس من یه لول 50% دارم. دیگه چی دارم؟ یکی دیگه از ابزارهایی که میتونید ازش استفاده کنید، من یه لحظه اینا رو پاک کنم، یه چیزی دوباره همش با هم پاک شد، اینو میخوام پاکش کنم، یا اینکه این موجو اینو نگاه کنید، این خط قرمز رنگ از این بالا تا این پایین، بعد یه حرکت رو به بالا، بعد توی گام بعدی از این بالا اومده رو به پایین. خب اینو من میخوام روی این یه فیبوناچی رسم میکنم دیگه. ابزار فیبوی 3 نقطه ایم رو انتخاب میکنم، کلیک اول، دوباره اینم جابجا کردم، اینو پاکش کنم، کلیک اولم اینجاست، کلیک دومم اینجاست و کلیک سومم میشه امتداد این، میارمش میذارمش تقریبا اینجا. خب اگر که یادتون باشه در مورد فیبوی 3 نقطه‌ای هم صحبت کردیم دیگه، یکی دیگه از کاربردهایی که داره اینه که میتونیم از طریق فیبوی 3 نقطه‌ای انتهای اصلاح رو به دست بیاریم. خب لول های از فیبوناچی که اینجوری کنار هم قرار گرفتن رو باهاشون کار داریم دیگه. یکی سطح 61.8 هست که کنار 38.2 قرار گرفته که اینجا چندین و چند ساعت درگیرش بوده، یعنی یکی این فضا هست که حالا ازش رد شده ولی میخوام نشون بدم، یکی این فضا هست که اینجا هم واکنش نشون داده، حالا یکم کوچیک شد دیگه. خب یکم این فضای بین اینا 78.6 و 50% اینو نگهش میدارم، یه دور رفته بالا دوباره نزدیک شده به این محدوده. خب لول بعدی هم که برای من مهمه، اگه قرار بود inverted AB مساوی با CD باشه، یعنی AB مساوی با CD معکوس، تا اینجا میومد پایین که خیلی الگوی خوشگلی هم شکل میداد، ولی خب بذارید ببینم، نه شکل نداد، ولی همین هم برای ما قابل قبوله دیگه. من لول 50 رو دارم، 7286 این الگوی کندل استیکی که اینجا هست، ست کندل اینجا داریم، اگه من بتونم اینو زومش کنم که شما دقیق این الگوی کندلیش رو ببینید. کندل اول یک کندل نزولیه، کندل دوم یکی از انواع کندل های دوجیه و کندل سوم با یک گپ رو به بالا باز شده. ما ترکیب این سه تا کندل کنار هم که الگوی مورنینگ استار رو شکل میدن اگه یادتون باشه. خب
بعد از این چه اتفاقی افتاده؟ دوباره چندین و چند ساعت بازار در جا زده، یعنی از اینجا تا اینجا 20 ساعت تقریبا بازار در جا زده و بعد دوباره یه حرکت شارپ رو به بالا داشته. بعد از این که ما این محدوده رو به دست آوردیم و بعد از این در جا زدن این اینجا، ما میتونستیم حالا یک محدوده رو برای خودمون در نظر بگیریم، مثلا با شکست شدن سقفی که اینجا هست، منظورم اینه، برای کسی که میخوان با تاییدیه وارد شن، مثلا این سقفی که اینجا هست شکسته بشه، مثلا توی این کندل وارد بشن، میبینید که رفته به همین محدوده، به این سقف هم پول بکش رو زده و بعد رفته به سمت بالا. یکی میخواسته همینجا، من معمولا اینجاها وارد میشم، یکی هم میخواد با تاییدیه وارد بشه، بعد از شکسته شدن اینجا وارد میشه. خب ما محدودهامون رو به دست آوردیم، میخوایم تی پیمون رو تعیین کنیم دیگه. گفتیم که من یکم باید زوم اوت کنم. گفتیم که برای به دست آوردن تی پی چه کاری میتونیم انجام بدیم. اینو پاکش کنم، همش با هم پاک شد به نظر. خب یکی از کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم ابتدای حرکت نقطه دوم و نقطه سوم رو بذاریم و امتدادش بدیم، یعنی تقریبا یه چنین چیزی میشه. لول های فیبوناچی رو این بالا به هم نشون میده، حالا میتونیم خط بکشیم امتدادشون بدیم. یکی هم یه فیبوی دو نقطه‌ای بیاریم، از کلوز اینجا بیاریم تا کلوز اینجا و باز لول هایی که نزدیک هم قرار میگیرن رو مشخص کنیم. به ترتیب سطوحی از فیبوناچی که در کنار هم قرار گرفتن میتونن به عنوان تارگت من در نظر گرفته بشن. 50 و 100 که حالا میبینید اینجا یه برگشت داشتیم ازش، یعنی یکیش اینجا بوده. لول بعدی 61.8 و 127 هست، مال من از اینجا میارم، یکیش هم اینجا بوده که تقریبا لول خیلی خوبی هم بوده، یه برگشتم حالا یکم اینو بالاتر شما ببینیدش. خب این یه برگشت داشتیم دوباره تا اینجا و بعد بالاتر رفته دیگه، یعنی این لول حتی از این هم بالاتر، بالاترین مقداری هم که داشته. او اینجا الگوی AB مساوی با CD برقراره. چه این حرکت ABC، اینجا یه الگوی AB مساوی با CD، چون دقیقا تا 100%ش رفته، یه الگوی AB مساوی با CD اینجا تا این حرکت برقرار بوده. یعنی به همین راحتی با استفاده از ترکیب فیبوناچی ها شما میتونید معامله باز کنید و حالا مباحث بعدی رو هم که بهتون یاد دادم با هم معامله دمو باز میکنیم توی لایو بازار، که ببینیم چطوری میتونیم از ترکیب همه اینها توی لایو بازار استفاده کنیم. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.